مجلس آقا سید الشهدا خوش آمدید. قبل از اینکه مطلب را شروع بکنم چند تا سفارش هست. یکی این که امروز روز عاشوراست. روزه در امروز به نیت روزه گرفتن و اینکه وارد باشه از طرف خداوند تبارک و تعالی و سنت پیغمبر باشه جایز نیست. فقط اونی که مستحبه و امامان ما انجام میدادن تا بعد از ظهر بعد از نماز عصر چیزی میل نمی کردن. با آقا سید الشهدا و کاروانشان و لبتشنگان کربلا هم دردی می کردن. لذا عزیزان این پذیرایی ها و این چیزها رو بذارم برای بعد از نماز، بعد از ظهر، بعد از عزاداری انشاءالله. دومین مسئله که لازم میدونم گفته بشه آن اینی که عزیزان امروز با این حالت حزن و اندوه و غم که وارد مجلس سید الشهدا شدیم روز عاشورا روز خوشحالیمون نباشه، روز عزاداری، روز مصیبت، روز داغ دیدن باشه. با آقا امام زمان میخوایم همدردی کنیم. در روز عاشورا همه امامان ما از امام سجاد بعد از امام حسین گرفته تا آقا امام زمان، ما تاریخ داریم، روایت داریم، صحیح هم هست که امامان ما همه عزادار بودن روز عاشورا. خنده به لب جاری نمی کردن. در بدترین حالت حزن و اندوه خودشان را نشان می دادن. عبا به دوش نمی زاشتن امامان ما. روز عاشورا پای برهنه بودن. لذا من خواهش کردم از همه عزیزان امروز پای برهنه باشیم، اقلا داخل مجلس، اقلا داخل سالن جوراب‌ها را از پا در آوریم، مانند پا برهنگان دشت نینوا و دشت کربلا. میخوایم با آنها هم دردی کنیم، با آقا سید الشهدا، با عزیزان امام حسین. سومین مسئله که لازم میدونم عزیزان رو تذکر بدم و یادآوری کنم این خواندن مقتل در شاید بعضی جامعه ها مرسوم نباشه، اما در بسیاری از جامعه ها و شیعیان، میان شیعیان روز عاشورا رو مقتل میخوانن. خواندن مقتل یعنی همین بیان کردن واقعه عاشورا و گفتن داستان روز عاشورا که از صبح چه اتفاقی افتاد تا شهادت آقا سید الشهدا و بعد از شهادت. بعد یا بعضی به زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان فارسی خوانده میشه و اون هدف اینه که انسان خودش رو در اون جو و در اون محیط خودش رو ببینه و بیشتر با عزیزان سید الشهدا و کاروان آقا امام حسین انشاءالله همراه باشه. صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. عظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بسیدنا و مولانا ابی عبدالله الحسین. روایت شده از امام صادق روز عاشورا که همدیگر رو میبینید این جمله رو بخوانید، این جمله رو بگویید. عظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بسیدنا و مولانا ابی عبدالله الحسین و جعلنا الله من المنتقمین بثاره مع ولده الامام المهدی المنتظر. آقا امام صادق میفرمایند این جمله یعنی به زبان عربی ترجمهش به فارسی یعنی به همدیگر تسلیت میگوییم، این مصیبت وارده را، شهادت آقا سید الشهدا را، و از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم که ما را از جمله منتقمین و خونخواهان سید الشهدا قرار دهد، به همراه فرزند برحقش آقا صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن صلواتی بفرستید. سلام ما به نام دل ربای تو، سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به زینب و سکینت، سلام ما به تل زینبیت،
سلام ما به جسم پار پار ات، سلام ما به طفل شیر خار ات، سلام ما به آخرین نماز تو، سلام ما به آخرین وداع تو، سلام ما به گودی قتلگاه تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو. هنگام صبح حضرت نماز صبح را به جماعت با یاران خود به جا آوردند، سپس فرمودند یاران من، خداوند شهادت و کشته شدن را برای شما امروز مقدر کرده است، پس شکیبا و بردبار باشید. سپس امام فرمان دادند که دور گودال‌هایی که شب گذشته پشت چادرها به وجود آورده بودند آتش روشن کنند، تا اینکه دشمن از رو به رو با آنها پیکار کنند. شمر صدا زد: یا حسین، استعجلت به نار فی دنیا قبل یوم القیامه، پیش از معاد برای آتش دنیا شتاب و عجله داری ای حسین. امام فرمودند: تو سزاوار آتش هستی. یکی از یاران امام به نام بریر برخاست، گفت: آقا اجازه دهید به سوی او نشانه گیرم و او را به هلاکت برسانم. امام فرمودند: لا ترمهی، انی اکره ان ابدعهم به قتال، به سوی او تیراندازی مکن، زیرا که نمیپسندم جنگ را آغاز کنم. سپس امام به بریر که معلم قرآن، حافظ قرآن، آموزش دهنده قرآن در کوفه بودند، دستور دادند که با دشمن سخن بگوید و آنها را موعظه کند. کلم القوم و انصحهم. بریر برخاست، گفت: ای مردم، از خدا بهراسید، آل پیغمبر شما در بین دستان شما و روبروی شما قرار گرفتند، اینان فرزندان و دختران و نسل اویند، از آنها چه میخواهید؟ آنها پاسخ دادند: میخواهیم که حسین با امیرمان بیعت کند. بریر گفت: مردم شرم کنید، آنها را فرا خواندید و دعوت کردید، بگذارید از همان راهی که آمدند بازگردند. یکی از آنها گفت: بریر، ما سخنان تو را درک نمی کنیم. بریر گفت: خدا را سپاسگزارم که مرا نسبت به شما آگاه کرد. امام سپس رو کردند به یاران، فرمودند پیش از آن که جنگ را آغاز کنند و جنگ شروع شود، فرمودند: الله یقاتلن معی رجل علیه دین، فانه لیس من یموت و علیه دین ولا یدع له وفاء الا دخل النار. از یاران خواستند با کسی با ما نباشد و مبارزه نکند که بدهکار مردم باشد. این یک پیام است از حسین در آخرین لحظات به فکر حقوق مردم و حق الناس بودند. فرمودند: کسی با من مبارزه نکند که بدهکار مردم باشد، مگر اینکه کسی را سفارش کرده که بدهی او را بپردازد، وگرنه از اهل دوزخ می باشد. سپس رو کردند به یاران، حمد و ستایش خدا را به جا آوردند و بر پیامبر و آلش درود فرستادند. سپس فرمودند: ای مردم کوفه، مرا معرفی کنید، نظاره کنید، من چه کسی هستم؟ به نهاد و سرشت و وجدان خود بازگردید. آیا سزاوار است که مرا به قتل برسانید؟ آیا فرزند دختر پیغمبر شما نیستم؟ آیا فرزند جانشین و پسر عم پیغمبر و نخستین ایمان آورنده به او نیستم؟ مگر حمزه سید الشهدا و سالار شهیدان عم من نیست؟ مگر هم جعفر طیار در بهشت عم من نیست؟ مگر گفته پیامبر درباره من و برادرم به شما نرسیده است که فرمود: این دو سرور جوانان بهشتند، الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه؟ از جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل ساعدی و زید ابن ارقم و انس ابن مالک بپرسید. آنها این سخن را از پیامبر شنیدند: ای مردم، آیا در شک و تردید هستید که در همه زمین
در کل کره زمین فرزندی از فرزندان پیغمبر جز من وجود ندارد. وای بر شما، آیا از شما کسی را به قتل رسانده ام که به خونخواهی او آمده اید؟ به او پاسخی ندادند. سپس با صدای بلند فریاد زدند: مردم، آیا مرا نمی شناسید؟ گفتند: تو فرزند و نواده پیغمبر هستی، شما را به خدا آیا نمی دانید پیغمبر جد من است؟ قالوا: بلا، بله، اللهم نعم، آیا نمی دانید علی پدر من است؟ بله. فرمود: وای بر شما، پس برای چه با من می جنگید؟ حقی را پایمال کرده ام، سنت پیغمبری را شکسته ام، یا دین خدا را تغییر داده ام؟ گفتن: بل نقاتلو که بغضن من نال ابیک و ما فعل به اشیاخنا یوم بدر و هنین. حسین جان، ما با تو می جنگیم به خونخواهی آن کشته ها و سرورانی که از ما پدرت در جنگ بدر و هنین کشته است. امام حسین ایستاده اند، ناگهان هر رو می کند به عمر سعد، می گوید: عمر سعد، آیا می خواهی با حسین مبارزه کنی؟ این همه سخنان حسین را نشنیده ای؟ حق می گوید، باطل نمی گوید. هر جواب داد: بله، جنگی که ایسرش و کمترینش سرها و دستها قطع گردند. آیا نشنیدید امام چه فرمودند؟ عمر پاسخ داد: بله شنیدم، اما چاره ای نیست. سپس هر لرزان به طرف امام آمد و با خود می گفت: من خود را بین بهشت و دوزخ می بینم و هرگز بر بهشت چیزی را ترجیح نمی دهم، حتی اگر مرا قطعه کنند و بسوزانند. به سوی امام آمد، اما این گونه آمد به سوی امام که آمد می گفت: یا ابن رسول الله، من قلب اولیاء خدا و مقربین و فرزندان پیغمبر دارد لرزاندم. امام فرمودند: که هستی؟ عرض کرد: من کسی هستم که شما را در این صحرا زندانی کردم، من در اینجا شما را محاصره کردم. آقا، نمی دانستم این ملت با شما چنین می کنند، آیا راه توبهی برای من هست؟ امام فرمودن: اگر توبه کنی خدا توبه تو را می پذیرد. سپس عرض کرد: من راه را بر شما بستم، پس اولین کسی باشم که در رکاب شما شهید شوم. رفت به میدان، مبارزه شایانی کرد، رجز می خواند: انی انا الحر و مأوى الضیفی اضرب فی اعناقکم بالسیفی من خی عن خیر من حل به ارض الخیفی اضربکم ولا ارا من حیف من حیفی. آمدم بر آستانت سر نهم، سامان بگیرم دل دهم، دل بر بیابم جان دهم، جانان بگیرم. آمدم در کربلایت تا کنم جان را فدایت، بگذرم زین عمر فانی عمر جاویدان بگیرم. حر آزادم ولیکن بنده این خاندانم، در ردیف بندگانت گر توان عنوان بگیرم. یا حسین، ای آن که سبت رحمتا للعالمینی، رخصتی که از تو جواز رحمت و رحمان بگیرم. میهمان بودی و اول من به رویت راه بستم، چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم. آمدم با جان نساری زینبت را شاد سازم، تا که از زهرا به محشر سرخط غفران بگیرم. دست رد بر سینه ام مگذار و بگذر از خدایم، تا براحت سینه را در معرض پیکان بگیرم. در راه امام حسین خود را فدا کرد. امام حسین بر سر همه شهیدان می آمدند. حبیب آمد مبارزه شایانی کرد، مسلم ابن اوسج آمد مبارزه کرد. ناگهان فریاد زد: حسین جان، به فریاد مسلم برس. امام حسین آمدند بر سر بالین مسلم، همراه او حبیب ابن مظاهر آمد. حبیب رو می کند به مسلم: مسلم ابن اوسج، ابن اوسج، هل لک من وصیه؟ وصیتی داری مسلم جان؟ رو می کند به حسین، رو می کند به حبیب: حبیب، آخرین سفارش من، آخرین وصیت من این است: علیک به هذا الغریب، غریب فاطمه، تو را سفارش می کنم، فرزند زهرا، غریب زهرا را تنها
مگذاری. همه آمدن با حسین، در رکاب حسین به شهادت رسیدن. ناگهان امام حسین دید کسی از یاران نمانده است، فریاد زد یا مسلم ابن اوسجه، یا مسلم ابن عقیل، و یا حبیب ابن مظاهر، و یا مسلم ابن اوسجه، مالی انادیکم فلا تجیبون و ادعوکم فلا تسمعون، انیام انتم ارجوکم تنتبهون. عزیزان من، یاران من، کجا رفتید؟ مسلم ابن عقیل، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، کجا رفتید؟ مرا تنها گذاشتید؟ بله، خود امام پاسخ دادن بله، اما مرگ میان من و شما را فاصله انداخته و جدایی انداخته. سپس نوبت به عزیزان امام حسین رسید، نوبت به بنی هاشم رسید. اولین جوان، اولین فرزند از بنی هاشم، علی اکبر است، آمده است نزد پدر، از پدر رخصت بگیرد. پدر جان به من رخصت میدان ده تا اینکه وارد میدان شوم و از شما دفاع کنم. وارد میدان شد، اما هنگامی که به سوی میدان میرفت، امام حسین دست به آسمان بالا بردند، زیر محاسن خود موهای صورت خود را گرفتند، به سوی آسمان بالا بردند، دعا فرمودند: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، و کلما اشتقنا الی رؤیت رسولک نظرنا الی هذا الشاب. خدایا بر این مردم گواه باش که شبیه ترین مردم به رسولت، یعنی فرزندت علی اکبر، فرزند رسول خدا علی اکبر، از حیث سخن و گفتار و تون صدا و شیوه سخن به میدان می رود. اللهم قطعهم اربا اربا، خدایا آنها را نابود کن، آنها را از بین ببر، بر آنها نفرین کردن امام حسین. اما نگاه امام حسین به علی اکبر یه نگاه متفاوتی هست. سر بالایی چه زیبا می رود، قامتش بین تا چه زیبا می رود، می رود در راه و در اجزای خاک، مرده می گوید مسیحا می رود. مبارزه کرد علی اکبر، رفت به سوی میدان، رجزخانی می کرد تا اینکه برگشت به سوی امام حسین، آمد نزد سید الشهدا: حسین جان من تشنه هستم، بابا جان من تشنه هستم، ان ثقل الحديد قد اجهدني والعطش قد قتلني، حسین جان تشنگی مرا از پا درآورد، سنگینی آهن و شمشیر مرا خسته کرده، هلی جرعه من الماء، به من آب بنوشانید پدر جان، آب میخواهم، آیا آبی هست که با از شما بنوشم و بروم با مردم پیکار کنم، با این دشمنان پیکار کنم؟ امام حسین اینجا زبان خود را بنا به روایتی و بنا به دیگر روایت، این که انگشتر عقیق خود را از کام خود بیرون آوردن، محتشم میگوید: بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، پسرم رو به میدان رو، الان است که پس از شهادتت پیغمبر خدا جدت رسول الله تو را سیراب می کند. انا رفت به میدان، رجزخانی کرد: انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، اطعنكم بالروم حتى ينثني، اضربكم بالسيف احمی عن ابی، ضرب غلام هاشمی علوی، والله لا يحكم فينا ابن الدعی. اذن بگرفت اکبر و دست پدر بوسید و رفت، عازم رزم سپاه اشقیا گردید و رفت، آل اسمت را بتان شد جامه های صبر چاک، چون که او بر قامت رعنا کفن پوشید و رفت، از فراق لعل شکر بار خودگاه و ودا، بر جراحات دل لیلا نمک پاشید و رفت، هر کجا بگذاش پا چون مرتضا در دشت کین، مشرکین را همچو توماری به هم پیچید و رفت، تا به دست آرد دل مادر ز میدان در حرم، بار دیگر آمد و لیلا رخش را دید و رفت، آمد با مادر خدا حافظی کرد و دوباره به سوی میدان بازگشت. وقتی که به سوی میدان بازگشت، مردم او را از
از هر جهت محاصره کردن. ناگهان دشمن خدایی با عمودی بر فرق او وارد کرد، از روی اسب به زمین افتاد، فریاد زد پدر جان به فریاد فرزندت برس. آمد پدر، اما چه وضعیتی، در چه حالی فرزند را میبیند؟ با اون وضعیت بدن، سر و صورت به خاک و خون آغشته شده، سر فرزند را به آغوش میگیرد، به دامن میگیرد، با عمامه، با گوشه عمامه خاک ها و خون ها را از روی بدن، از روی صورت فرزندش پاک میکند. راوی میگوید امام حسین آنجا فرزندش را میبیند که فرزند تبسم میکند. فرزندم چرا لبخند زده ای؟ سپس میگرید، چشکش جاری میشود، فرزندم عزیزم چرا گریه میکنی؟ عرض میکند، بابا جان تبسم کردم زیرا که پدر بزرگم جدم رسول الله الان مرا آب نوشانی، به من آب داد، لقد سقانی جدی من کأس الاوفا لا اظما بعده ابدا. پدر به من آب نوشانیدند، من سیراب شدم. پیغمبر میفرماید هلم الیه یا ولدی، فرزندم به شتاب، ما منتظر تو هستیم. ناگهان گریه کرد، چرا گریه میکنی؟ چرا اشکت جاری؟ پدر جان الان مادرم زهرای کبرا آمده، آنجا نشسته، میبیند، میبیند، میخواد ببینه شما با فرزندت با من چگونه برخورد میکنی. آنجا میگوید شیخ جعفر ششتری که امام حسین فوضع خده و علا خده و صدره و علا صدره، سینه بر سینه علی اکبر، صورت بر صورت علی اکبر میند. اما هر کاری کردن که حسین را از روی نعش فرزند جدا کند نتوانستن، لذا زینب آمده. پس این را فریاد میزند برادرم برخیز. اونجا زینب شروع کرد به شیون زدن و فریاد زدن. امام حسین هر کاری کردن که فرزند پسر را به خیمه برگردانن نتوانستن، فریاد زدن یا فتیان بنی هاشم هلمو و احملو علی الی الفسطاط، جوانان بنی هاشم بیایی، علی را بر در خیمه رسانی. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم، نباشد مادرش لیلا ببیند، تماشای قد اکبر نماید، بگوییدم بعد زینب بیاید، علی را بر در خیمه رساند. حالا نوبت قاسم رسیده، قاسم آمده نزد عمو، عمو جان به من اجازه رخصت ده تا به میدان بروم، برادرزاده است، او را آموزش دیده، آن رو او را تربیت کرده، در آغوش امام حسین رشد یافته، بچه دو سه ساله بوده که پدر را از دست داده، یتیم بوده، مانند فرزندان امام حسین در خانه سید الشهدا رشد یافته و تربیت شده است. امام حسین یه نگاهی به قد و بالای علی قاسم انداخت. راوی میگوید حمید ابن مسلم میگوید ناگهان دیدیم امام حسین برادرزاده را به آغوش گرفت، آنقدر هر دو گریستند. راوی میگوید تا اینکه هر دو از هوش رفتند، هر دو از هوش رفتند، وقتی که به هوش آمدند امام حسین به قاسم میگوید انت العلامت من اخی، تو یادگار برادرم هستی، چگونه به تو اجازه دهم وارد میدان شوی؟ برو نزد مادرت. آمد نزد مادر، مادر رمله است. مادر بهش گفت پسرم عزیزم، از تو راضی نمیشوم مگر اینکه در رکاب عمویت حسین به شهادت برسی، از عمویت دفاع کنی، وصیت پدرت را اجرا کن. آمد نزد عمو، عمو مادرم هی الذی البستنی لامت حربی، مادر مرا مهیا کرده، آمدم به سوی میدان، آمدم از شما دفاع کنم، آمدم تا اذن میدانم دهی، افتخار دادن جانم دهی، آمدم که از ناله خاموشم کنی، بهر جنگیدن کفن پوشم کنی، جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا. ای عمو حق علی بچکن، دست رد بر سینه قاسم مزن. امام به او اجازه دادن وارد میدان شد، اما راوی میگوید وقتی که آمد دیدی که این شمشیر و حمایل، قد قاسم کوچک بوده، ریز اندام بوده، میگه دیدیم که این شمشیر و حمایل به زمین کشیده میشود، سوار بر اسب شد به کمک
عمویش امام حسین وقتی که سوار شد آمد وارد میدان شد رجزخوانی میکرد ان تنکرونی فانا نجل الحسن سبط النبی المصطفى والمؤتمن هذا حسین كالاسير المرتهن بین اناس لا سقو يوم لا سقو صوب المزون این من فرزند حسنم زاده پیامبرم زاده مجتبایم این حسین عموی من است مانند اسیر در میان شما در بین دستان شماست این حسین از عموی من که اسیر گشته است ای مردم نفرین بر شما باد باران خدا و رحمت خدا بر شما نبارد ناگهان راوی میگوید و اذا بین قطع شسع عليه ناگهان بند کفش و چکمه او پاره گشت خم شد خم شد که این بند را اصلاح کند یکی از دشمنان رو می کند به دیگری می گوید لأذکرن نبی امو مادرش را به عزایش می نشانم آن دشمن دیگر پاسخ می دهد ما یکفی که هاولا القوم الذین احتوشوه من کل جانب آیا تو را کفایت نمی کند که این مردمی و دشمنی که او را محاصره کرده اند همین کفایت می کند گفت نه باید مادرش را به عزایش بنشانم آمد به او یورش آورد با شمشیر بر فرق قاسم وارد کرد قاسم بر روی گردن اسب خم گردید اسب او را به سوی دشمن آورد امام حسین شنیدن قاسم فریاد میزند یا هم حسین جان به فریاد برادر زادت برس امام حسین آمدن که سقر المنقذ مانند باز شکاری آمدن بر سر قاسم اما هنگامی که دیدن امام حسین با این سرعت می آید دشمن فرار کرد به هر گوشه ای فرار می کرد بدن قاسم را زیر سم ستوران و اسبان قطعه کردند و از بادر آوردند وقتی که امام حسین به میدان آمدند قاسم را بغل کرده به آغوش گرفته اما راوی می گوید دیدیم که امام حسین با قد خمیده برمی گردد به سوی می به سوی خیمه ها و رجلا قاسم و پاهای قاسم به زمین کشیده می شود نوبت حضرت عباس شد آمد نزد برادر برادر جان به من اجازه میدان ده رخصت میدان ده لقد واق صدری برادر جان سینم به تنگ آمده تمام عزیزان را از دست دادم یاران را از دست داده برادرانم رفتم برادر به من اجازه ده من برم خودم را فدا کنم از شما دفاع کنم امام حسین فرمودن انت العلامت من عسکری تو نشانه یه لشکر من هستی برادر تو پرچمدار من هستی علمدار من هستی اگر تو روی خواهرانت به اسارت می روند دل خواهرانت می لرزد حضرت عباس صدا می کند عرضه می کند برادر جان مگر نمی شنوی الفریاد العطش العطش دختران فریاد العطش العطش خواهران را مگر نمی شنوی امام حسین تا این را شنیدن فرمودن امکان ولا بود اذهب برو به میدان اما برای این فرزندان مقداری آب بیاور که اینها از تشنگی خارج شوند حضرت عباس وظیفه جنگ نداره نمیخواهد به جنگل وارد میدان شد رو به سوی دشمن آمد اما دشمن تا این که عباس را دیدن 4000 نفری که مشعر رو محاصره کردن القمر رو محاصره کردن حتی حضرت عباس را دیدن گریختن رو به خیمه ها خروب لشکر خودشون و اردوگاه های خودشون رفتن پنهان گشتن در پشت نیزارها آمد علی آقا قمر بنی هاشم وارد نهر فرات و القمه شد مقداری آب به دست گرفت تا آب را مشاهده کرد یاد آتش و تشنگی سید الشهدا و برادر خود آمد سپس قسم یاد کرد والله من آب ننوشم یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت او تکونی هذا الحسین وارد المنونی و تشربین بارد المعینی والله ما هذا فعال دینی این روش دینی من نیست من از حسینم دفاع می کنم حسینم تشنه است با او هم دردی می کنم این روش نیست رسم وفاداری و برادری نیست که من آب بنوشم و حسینم آب ننوشد مشک را پر از آب کرد سوار بر اسب گردید
سوار بر اسب به سوی خیمه ها. تمام همت و آرزوی او این است که آب را سالم به خیمه ها، مشک را سالم به خیمه ها برساند. به سوی خیمه ها می آید. ناگهان حکیم ابن طفیل با شمشیر بر دست راست قمر بنی هاشم وارد کرد، دست راست برادر را قطع کرد. حضرت عباس فریاد زد: والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجد النبی طاهر الامینی. به خدا سوگند اگر دست راست مرا قطع کنی از امامم دست نمی کشم، او را رها نمی کنم، از امامم دفاع می کنم، در میان دستان او، در بین دستان او پیکار می کنم. به خدا سوگند این رسم دینداری است. ایشان زاده پیغمبر است، زاده پیامبر است، زاده امیر مؤمنان است. آمد به سوی خیمه ها، داره میاد به طرف خیمه ها با شتاب. ناگهان دشمن دیگری آمد، دست چپ حضرت را قطع کرد، مشک را به دندان گرفته. تمام همتش این است که این مشک را سالم به خیمه ها بازگرداند. ناگهان دشمنی با تیری مشک را هدف قرار داد، مشک سوراخ گردید، تمام آبها سرازیر شد، تمام مشک خالی گشت. عباس اونجا ایستاده، نه دو دست دو دست در بدن دارد، نمیتواند مشک را پر از آب کند، مشکم سوراخ شده، آبی نمانده که برای کودکان برگرداند ببرد. به کودکان و عزیزان قول داده، به دختران نبوت قول داده که آب بیاورد. آنجا ایستاده متحیر است. ناگهان عمر سعد دستور میدهد به هرمله: هرمله او را هدف قرار بگیر، با تیر سه شعبه به چشم راست قمر بنی هاشم اصابت کرد، هدف قرار گرفت. آقا قمر بنی هاشم ایستاده، ناگهان تیر آمد، چشم او را هدف قرار گرفت. آنجا حضرت عباس نه دست در بدن دارد، چه کند که تیر را از چشم خارج گرداند. سر خود را تکان داد، اما از روی سر به زمین افتاد، کلاه خود از روی سر به زمین افتاد، سر برهنه گردید. ناگهان دشمنی با عمود آهنین بر فرق قمر بنی هاشم وارد کرد. عمد الحدید به کربلا خسف القمر من هاشم فلتبکی علیا مضر. اغا مادرت عن سر جل عباس. عباس به روی زمین افتاد اما دو دست ندارد. خود عباس میگوید دست در بدن ندارم، از خودم دفاع کنم. با صورتی که چه تیر در چشم او هست، با صورت به زمین افتادم. آنجا فریاد زد: حسین جان به فریاد برادرت برس. حسین آمد، با شتاب آمد. عباس را در آن وضعیت دید، سر برادر را به دامن گرفته. برادر احساس میکنه دشمنه، میگوید اگر دشمنی اجازه ده فرزند مادرم بیاید، برادرم بیاید، با او ودا کنم. فاودعه و یودعنی. ناگهان حسین صدا زد: عباس منم برادرت حسین، منم حسین. تا شنید صدای حسین را آرام گشت. حضرت عباس گفت، دیدن که حضرت عباس می گرید، حسین صدا می زند، سوال می کند: برادرم چرا گریان هستی؟ گفت: برادر شرمنده هم، آب نرساندم به طفلانت، آب نرساندم به دخترانت. حسین جان مرا در همین کنار القمه رها کن. اما حسین سر برادر را به دامن گرفته. ناگهان حضرت عباس رو می کند به برادر: برادر توانی ندارم، نیرویی ندارم، مرا رو به قبله کن، آماده جان دادن هستم. برادر این مادرت فاطمه زهراست، به من میگوید ولدی. مادرت میگوید فرزندم. پدرت امیر مؤمنان آمده، رسول الله آمدند، همه میگویند بشتاب نزد ما. حسین جان وقت خداحافظی رسیده، حسین جان وقت وداع و فراق است. ناگهان عباس جان داد، دیده بکشا که طبیبت سر بالین آمد. دیده بعد دیده بکشا
خوشا که حسین با دل خونین آمد، دیده بر هم منه ای سر و به خون غلطیده، تا نگویند حسین داغ برادر دیده. حسین برادرش را آنجا رها کرد بنا به وصیت حضرت قمر بنی هاشم، اما آمد به سوی میت، آمد به سوی خیمگاه، با چه وضعیتی؟ دست راست را به کمر گرفته آمده، با حالت غم دیده و انکسار، با اندوهگین آمده. اولین کسی که آمد به استقبال برای استقبال امام حسین حضرت سکینه از دختر است، آمد نزد بابا، بابا جان هلک علم به عمی العباس، آیا خبری از عمویم عباس داری؟ امام حسین پاسخی ندادن، رفتن به سوی خیمه و چادر قمر بنی هاشم، عمود خیمه را کشیدن، یعنی ای مردم این خیمه دیگه صاحب نداره، این خیمه صاحبش به شهادت رسیده. حالا امام حسین آمده با عزیزانش، با خانمش، با فرزندانش، با خواهرانش، بخواد خداحافظی کنه. علیکم من السلام عزیزان، داره خداحافظی میکنه. خواهرم در غم من زاری مکن، ناگهان دیدن صدای شیون خانم ها بالا رفت، چه شده؟ عرضه کردن حسین جان فرزندت علی اصغر از هوش رفت، فرزندم را بیاورید. فرزند را گرفت، تا چهره علی اصغر را دید امام حسین اشکشون جاری شد. فرمودن عمامه پیغمبر را به من دهید، لباس سفید به تن کردن، شمشیرها را کنار گذاشتن، کلاه خود و زره را بیرون آوردن، سوار بر شتر شدن، رو به میدان رفتن. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای بهترین همراز من، میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من. غم مخور ای کودک نیکو وشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. علی اصغر را به میدان بردن، علی اصغر را بر روی دست خود بالا بردن، رو به آسمان، ای مردم اگر به من رحم نمی کنید به علی اصغر رحم کنید، مگر نمی بینید اگر بزرگترها گناهی دارن؟ فما زن بستقار اما ترونهو کیفیه تلظا عزاشا، مردم مگر نمی بینید چگونه تلظی می کند؟ دارد جان میدهد علی اصغر. ناگهان میان قوم هم همه افتاد، نزای افتاد، اختلافی شد. عمر سعد داد زد، فریاد زد، یا حرمل اقتع نزاع القوم، این اختلاف و این نزاع را خاموش گردان، این هم همه خاموش بشه. گفت چه کنم، کدام را هدف بگیرم، پدر یا پسر را؟ ارمل والده امل ولد. عمر سعد فریاد زد، اما ترا و نحر طیف، مگر نمی بینی سفیدی گلوی فرزندش را؟ ناگهان با تیر سه شعبه بی خوش تا گوش علی اکبر را برید. امام حسین استادن، چگونه چه کار کنن؟ علی را به کجا ببرن؟ طفل شش ماه را نزدیک بیاورن؟ راوی میگوید دیدم امام حسین سه مرتبه به سوی خیمه ها میرود و باز میگرداند. متحیر شده، حیران شده. ناگهان زینب خواهرش را صدا میزند، خواهرم زینب بیا، طفل شش ماه را بگیر. فخذ الطفل مذبوحا، طفل را ذبح شده از من بگیر. امام حسین به زینب گفتن طفل را در دست خود بگیر، یه کار دیگه دارم، میخوام کارم رو تمام کنم. امام حسین فرمودن، راوی میگوید ناگهان دیدیم حسین تیر سه شعبه را از گلوی علی اصغر خارج کرد، با غلاف
شمشیر برای او قبری کندن، پشت خیمه ها او را دفن کردن. راوی میگوید دیدیم امام حسین فقط بر یک نفر نماز خواندن در روز عاشورا، و آن بر علی اصغر، طفل 6 ماهه. چقدر مقام داره امام حسین طفل 6 ماهه را، البته بر بقیه یاران هم، در چادر یاران بر بقیه عزیزان هم نماز خواندن، اما در مقابل زنان، در مقابل دشمن بر علی اصغر نماز خواندن. یعنی ای دشمن بدانید طفل 6 ماهه ای که نماز نداره، اما من بر این طفل 6 ماهه نماز میخوانم، ایشو خیلی مقام داره. اما آمده در آخرین لحظات میخواد با فرزندانش و خواهرانش خداحافظی بکنه. خواهرم زینبم، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا لیلا، یا سکینه، هذا آخر الوداع و اللقاء فی الجنه، این آخرین دیداره و دیدار ما به بهشت است. در بهشت هم دیگر را ملاقات خواهیم کرد. همه آمدن گردا گرد امام حسین جمع شدن. با چشم دل نگاه بکن، آخرین لحظات سید الشهدا است. امام حسین بر روی عرش نشسته، یکی از بانوان پای حضرت را میبوسد، یکی دیگر دست حضرت را میبوسد، یکی دیگر آمده افسار اسب را گرفته است. امام حسین دیدن سکینه افسار اسب را گرفته است، فریاد میزند بابا جان، خواهش میکند بابا جان، همان گونه ای که با حمیده دختر مسلم انجام دادی، همان گونه که نوازش کردی، مرا نیز نوازش کن. امام حسین آنجا از اسب پیاده شدند، بر روی زمین نشستند، دختر را به آغوش گرفتند، آنقدر او را نوازش کردند، دخترم سکینه آرام باش، او را صبر دادند، دلداری دادند، سپس رو به میدان رفتند. عزیزان با چشم دل نگاه بکن، اما همه بانوان به دستور امام حسین داخل خیمه شدند، همه وارد خیمه شدند، فقط تنها کسی که بیرون خیمه ها ایستاده چشم به راه امام حسین زینب کبراست، ببینه امام حسین چه بلایی سرش میاد، بر سر امام حسین چه می آید. امام حسین برای این که خواهرش را مطمئن کند، خیمگاه را مطمئن کند، یه نگاه به خیمه می کند، یه نگاه به دشمن می کند، با صدای بلند فریاد می زند، تکبیر می گوید الله اکبر، الله اکبر. یعنی ای زینب، زینبم بدان من زنده هستم. زینب تا صدای تکبیر حسین را می شنید دلش آرام می شد، اما ناگهان صدای حسین خاموش کردید، زینب کبرا متحیر گشت. راوی می گوید دیدیم زینب کبرا به زمین می نشیند و بر می خیزد، میستند روی پا مینشینند، به سر و صورت خود خاک میزنند، بر سر و صورت لطمه میزنند، از خیمگاه تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، فریاد میزد زینب کبرا، حسین جان، حسین برادرم، ان کنت میتن و امرنا و امرک الالله، آقا اگر به شهادت رسیده ای، امر ما، انجام سر انجام ما دست خداست، عاقبت ما دست خداست، ما خود را به خدا سپرده ایم، اما اگر زنده هستی حسین جان، ای با غیرت، فهاولا القام لقد هجموا علینا، حسین این دشمن ما را محاصره کرده، ما را به خود بسارت ببره. امام حسین آنجا میشست، دراوی میگوید امام حسین رو کنده زانو نشست، مانند شیر، با این که زخم شده، بدنش، پوست بدنش مانند قنفذ شده، مانند خارپشت و جوجه تیغی شده، از بس که تیر و نیزه به امام حسین زده. اما امام حسین غیرت الله هست، نشسته روی دو کنده زانو، نگاه می کند، رو می کند به شم، می گوید یا شم، ای قوم، ای لشکر دشمن، ای لشکر شیطان، ان کنتم عربن کما تزعمون، اگر عرب هستید همان گونه ای که ادعا می کنید، فکونو و کنتم لا تخافون الله، اگر از خدا نمی ترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن، آزاد مرد باشید. شم فریاد می زند حسین، یبن فاطمه، ماذا ترید؟
فرزند فاطمه چه میخواهی؟ امام حسین میفرماید، رو میکند، من با شما میجنگم، من با شما نبرد میکنم، تا وقتی که زنده هستم کسی حق نداره به خیمه ها نزدیک شود. من شمر اونجا خواهش امام حسین را پذیرفت، رو میکند به دشمن، میگوید ای مردم اقصدوه الی، فقط رو به سوی حسین باشید، فقط با او بجنگید، احتمشو من کل جانب، از هر سو با حسین میجنگیدم، یکی با نیزه بر پهلوی او زد، یکی با تیر بر بازوی او زد، یکی با سنگ بر روی او افکند، یکی با تیر بر چشم او زد. امام حسین آنجا بر روی زمین افتادن، از روی اسب بر روی زمین افتادن، و هو مسخن بالجراح، بدن پر از زخم است. راوی میگوید امام حسین با هر دم و بازدمی از تمام این زخم های بدنش تمام نزدیک شدن، دارن از نزدیک امام حسین را میبینن امام حسین با هر دم و بازدم و نفس کشیدنی از تمام زخم های بدنش خون خارج میشود، داره جان میده امام حسین. اما در آخرین لحظات عزیزان ببینید امام حسین به چه یادیست، با چه گفتاریست، زبانش به چه مشغول است. رو میکند به آسمان، شنهای گرم کربلا زیر صورت، طرف راست صورت را بر شنهای گرم کربلا قرار داده، طرف چپ رو به آسمان، با چشم دل نگاه بکن، یه جمله میگوید الهی رضن به قضائک لا معبود سواک، خدایا من راضی هستم، الهی ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواکا، الهی در رهت از سر گذشتم، هم از اصغر هم از اکبر گذشتم، هم از عباس ها باور گذشتم، هم از عباس ها باور گذشتم. همه آمدن امام حسین رو محاصره کردن، زینب از یک سو داره میاد، ها میخوام چشم دل با چشم دل نگاه بکنیم، زینب از یک سو داره میاد، فریاد میزند یا حسین، صدای زینب گرفته، اما امام حسین با هر شنیدنی، با هر صدایی که میزند از خواهر میشنود، با هر سخنی که از خواهر میشنود یه تکانی به خود میدهد، یعنی هنوز زنده هم، خواهرم من اینجا هستم. راوی میگوید دیدیم که زینب داره میاد، دختر شیر خداست، دختر امیر مؤمنان است، دشمن دو ردیف طرف راست و چپ راه را باز میکنن به سوی آنجایی که امام حسین بر روی زمین افتاد. زینب آمده، کم کم خود را رسانده به آقای امام حسین، اما چه وضعیتی برادر را میبیند، با آن حال برادر را میبیند، اینجا فتاد دلبر و دل من، دست ستم سوزانده حاصل من، اینجا برادرم افتاده، تمام زندگی من افتاده، میخوام با چشم دل ببینی آن دم بریدم زندگی دل. از یک طرف زینب آمده کامد به میدان شمر سیه دل، زینب کبرا حسین را به سینه گرفته، با تمام نیرو و توان حسین را به آغوش گرفته، کمر حسین به سینای زینب تکیه داده شده، به خواهرش تکیه داده شده، زینبم برو شمر آمد، زینب حسین را رها نمی کند، او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می کشید و من می کشیدم، امام زمان کجای من
میکشد میخلطاند به روی صورت میاندازد. او مینشست و من مینشستم، او روی سینه من در مقابل، او میبرید و من میبریدم، او از حسین زد من از حسین دل، دید از سر حسین را نمیتوان از بدن جدا کند، حسین را به صورت انداخته، از قفا با دوازده ضربه چاقو از پشت سر سر حسین را از بدن جدا میکنه. ابراهیم الله من نادا با حسین با حسین حسین با حسین با حسین حسین با حسین با حسین با حسین با حسین با حسین با که معجر از سر
عزیز خدا تو حسین منی، تو عزیز خدا تو حسین منی، تو صفای دل و تو توان تنی، همه روی زمین ز غمت در عزا، همه جا در بلاست همه جا نینوا، همه جا در بلاست همه جا نینوا، همه جا در بلاست همه جا نینوا. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین. به خدا در غمت دل ما خون شده، به خدا در غمت دل ما خون شده، دل ما را ببین ز غمت خون شده، همه جا خیمه تو و عشقت بپاس، همه جا کربلاست همه جا نینوا، همه جا یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. به عزای تو هست همه دل ها حزین، به عزای تو هست همه دل ها حزین، ملک و جن و انس به عزایت غمین، به عزایت جهان همه جا را، به عزایت جهان همه ماتم سراست، همه جا کربلاست همه جا نینواست، همه جا کربلاست همه جا نینواست. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین. ای به خون غوطه ور، ای به خون غوطه ور، تو حسین منی پسر فاطمه، نور عین منی پسر فاطمه، نور عین منی. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین. کی بریده سرت، کی بریده سرت، یا اخا از بدن، کی بریده سرت، یا اخا از بدن، مانده بر روی خاک پیکرت بی کفن. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین. من فدای تو و جسم عریان تو، من فدای تو و جسم عریان تو، چه کند خواهره زار گریان تو، چه کند خواهره زار گریان تو. یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین. اشک خونین من، اشک خونین من است، دیده جاری کنم بر تو ای تشن لب، سوگواری کنم بدنت کربلا، بدنت کربلا، سر پاکت کجاست بدنت کربلا، سر پاکت